رفتید رفتند درسته؟ رفتند. خب سوالم از شما اینه، رفتم رفتی رفت رفتی رفتید رفتن، مگه همشون در زمان گذشته نیستن؟ جواب سوال منو بده. مگه همشون از فعل رفتن نیستن؟ پس چرا قیافه اینا با هم فرق میکنه؟ چرا رفتم با رفتی فرق میکنه؟ چرا رفتید با رفتن فرق میکنه؟ میشه بهم بگی چرا؟ بگو چرا. مرسی. چون شناسه اینها فرق میکنه، ضمیر اینها فرق میکنه. فداچم این من رفتمه، این تو رفتیه، این او رفته، این ماه، این شماه، اینم آنها یا ایشانه. پس این فعل ها با هم فرق میکنند. چرا؟ چون هر کدام برای ضمیر خاصی هستند. یادت باشه این اتفاق تو عربی هم میفته، این اتفاق تو عربی هم میفته، ولی ما تو عربی به جای 6 تا ضمیر 14 تا ضمیر داریم. میشه به من بگی چی باعث میشه که 6 تا ضمیر فارسی تو عربی بشه 14 تا؟ میشه بگین؟ میشه بگین؟ آره آرش جان بودو. مرسی مهرانا، مرسی. آره آرش مقامی، مرسی. محمد مرادی، همه جواب، همه جواب. مرسی فاطمه ثروتی. آه حالا دیگه جواب تون شد. نه 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 نه، مخاطب و غایب نه 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 نه. خوب گوش کن، خوب گوش کن، خوب گوش کن، خوب گوش کن. به خدا امروز یه چیزایی یاد میگیرید که کرکوپرتون میریزه. دو تا عامل در عربی وجود داره که تو فارسی نیست، باعث میشه این 6 تا ضمیر بشه 14 تا. اولیش مذکر و مؤنث. ببین تو دختر باشی یا پسر باشی من میگم تو، اما تو عربی تو اگه پسر باشی میگم انت و اگه دختر باشی میگیم انت، که البته انتی درسته. او اگر توی فارسی او یه نفر اونجاست، خب الان روزبه اونجاست، من میگم او. اگه یه خانومی هم اونجا بود باز میگفتم او، اما تو عربی اگه اون ته یه آقا باشه میگم هو و اگه زن باشه میگم هیه. در عربی مذکر مؤنث ها ضمیر جداگونه ای داره. موضوع بعدی که خیلی اهمیت داره مثناست. ما در عربی برای دو نفر ضمیر داریم. فدا چم شما دو نفر باشید یا هزاران نفر، من میگم شما. اما در عربی اگه شما دو نفر باشید میگم انتما، و اگه بیش از دو نفر باشید میگم انتم یا انتون. نه انتم یا انتون نه. این باعث میشه که تعداد ضمیرها زیاد شه. اگه اون ته دو نفر باشن یا هزار نفر باشن ما در فارسی میگیم آنها، اما تو عربی اگر اون ته دو نفر باشی میگیم هما، اگر بیش از دو نفر باشی میگیم هم یا هن. نه هر کی فهمید مثبت بزن، هر کی نفهمید منفی. ببینم بودو، هر کی فهمید مثبت، هر کی نفهمید منفی. آره بابا. آها این باعث میشه تعداد ضمیرها افزایش پیدا کنه. بریم صفحه بعد ببینیم چی میگه. خوب نگاه کن، میگه آقا یادت باشه تو عربی هم همین شکلیه، همین شکلیه، و واقعا این دوتا مسئله باعث میشه تعداد ضمیرها زیاد شده. کن او برای مذکر میشه هو و برای مؤنث میشه هیه، تو برای مذکر میشه انت برای مؤنث میشه انته. آنها تو عربی میتونه مثنا باشه هما، هما میتونه جمع باشه هم و هن. نه که حالا بهتون یاد میدم اینا رو باید چجوری حفظ کنید. این رو بذاریم کنار و برسیم به خفنترین جدول عربی. خفنترین جدول عربی لطفا گوش کنید، چیزی که همه بچه ها توش ایراد دارن و گیر دارن. لطفا خوبه خوب گوش کنید. امیرزا ولش کن داستان. ما در زبان عربی 14 تا ضمیر داریم. خوب گوش کن، خیلی آهسته پیوسته دارم درس میدم، چون باورتون نمیشه بیش از 20 ساله دارم درس میدم این مبحثو. تا
تا دم کنکور که میریم باز 80% بچه‌ها اینو خوب یاد نگیرن.